بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران، در پی نامه‌های زیاد، فکس‌های زیاد، تقاضاهای تلفنی زیاد برای مصاحبه با اولیاءالعظمت شهبانوی ایران، بالاخره با وجود گرفتاری‌هایی که داشتن و مخصوصاً در حالتی که بعد از اون فاجعه از دست دادن شاهدخت لیلا پهلوی محبتی کردند و در اثر خواهش من به خاطر شماها در پاریس در موقعیتی به خدمتشون رسیدم و مصاحبه ای خواهیم داشت. تمام سوال هایی که شما در این مدت خواستید و تمام حرف هایی که مردم میخوان سوال کنن در حد زمانی که وجود داره و آرزو میکنیم که این خدمت رو درست انجام داده باشیم و از طرف شما هم تشکر میکنم از این موقعیتی که هست. اولیاءالعظمت خیلی خیلی تشکر میکنم از وقتی که به ما دادید مزاحم شدیم. این تقاضای ما هاست و فرصتی نشد و متشکرم که شما در این مدت کوتاه که بهتون گفتیم محبتی کردید و اجازه در خدمتتون باشیم. سلام بر شما و درود بر تمام هموطنانم در داخل ایران عزیز و خارج از کشور. منظور از این مصاحبه یا این نشست این هستش که حرفایی که مردم عادی میخوان، میدونم اگر بخوان صحبت بکنیم ساعتها باید صحبت کرد. 23 سال گذشته خیلی بالا پایین بوده، خیلی گرفتاری بوده، ولی در این حدی که بتونیم سوال کنیم. اون چیزی که مهم هست، همه ما ایرانی‌ها در 20 سال گذشته اکثرا به جز عده قلیلی خیلی سخت گذشته، ناراحتی‌های زیادی بوده، ما به هم میرسیم، درد دل میکنیم، ولی دوست داریم بشنویم که شما در این 23 سال چگونه گذشت و ناراحتی ها رو برای ما بگید. چه اتفاقی افتاد؟ از روزهای سخت صحبت کنم متاسفانه زیاد هستن و واقعا اگر برگردیم به 23 سال گذشته، روزهای آخری که در ایران بودیم و اتفاقاتی که افتاد و شرایطی که به وجود آمد و با تمام سعی که میشد که راه حل‌هایی پیدا بشه، متاسفانه محیط مملکت طوری شده بود با تمام فشارهای خارجی و در داخل مملکت که تمام گروه‌ها که به دلایلی مخالف رژیم بودند همه به دشمنی با رژیم برخواستند و پشتیبانی و آرزوی یک فردی که فکر می‌کردند برایشون آزادی خواهد آورد و یه بهشت برینی از ایران خواهد ساخت. متاسفانه اون گروه‌ها اون روز هم گروه‌های مخالفین بودند با ایدئولوژی‌های مختلف و حتی افرادی که روشنفکر بودند، دانشگاهی بودند، هنرمند بودند، نویسنده بودند یا اینی که دانشگاهیان و حتی بعضی از ثروتمندان و افرادی که در بازار بودند و حتی زنانی که آزادی داشتند و مقنعه گذاشتند و به خیابان‌ها رفتند و هرچه سعی می‌شد در راه‌های مختلف راه حل‌هایی پیدا بشه نمی‌شد متأسفانه. و اون کمک هایی رم که آدم از آزادی خواهان میخواست در اون روز، متاسفانه اونها هم میگفتن ما به شرطی با شما همکاری میکنیم که باید از آقای خمینی در پاریس سوال کنیم که ببینیم ایشون راضی هستن یا نه. به هر صورت با جوی که پیش آمده بود در مملکت و حتی بعضی از نظامیان به این حرکت پیوستند. شاه فقید دیدن موقعی که میلیون ها مردم در خیابان ها هستند و ایشون همیشه عاشق وطنش و ملتش بود، نخواست که با ریختن خون مردم تاج تختی خودشو نگه داره، برای اینی که مجبور به ترک وطن شدیم و این یکی از سخت‌ترین روزهای ما بود. بعد هم که متاسفانه با شرایطی که پیش آمده بود از یک مملکتی به مملکت دیگه با فشارهایی که از همه سو وارد می آمد، از مقالاتی که نوشته می شد، از
دروغ‌هایی که گفته می‌شد و دوری از فرزندانمون و بعضی وقت آدم فکر می‌کنه که روزنامه‌های غربی کاسه از آش داختر شده بودن برای انقلاب ایران و بعد نمی‌دونستیم به کدوم مملکت می‌تونیم بریم، از یه مملکت به یه مملکت دیگه، و بچه‌ها مثلا در مدارس قبولشون نمی‌کردن برای اینکه می‌ترسیدن اگه فرزندان ما در اون مدارس باشن ممکنه تروریستا به اون مدرسه و به اون بچه‌ها حمله کنند. و بعد بیماری اعلیحضرت و تمام فشارهایی که بود تا بعد تمام این مدت شنیدن از فجایعی که در ایران می‌گذشت، تمام دوستان ما، نزدیکان ما، خدمتگزاران مملکت، چه در ارتش، چه در سیاستمداران، چه مردم عادی که به زندان‌ها افتادن، شکنجه شدن، قتل عام شدن، و تمام ایرانیان دیگری که مثل خود ما مجبور به ترک وطن شدن و دوری از خانواده‌شون و امکان اینی که بهشون پناهندگی بدن نبود، و تغییر رنگ دوستان و اونهایی که آدم فکر میکرد که نزدیک ما هستن، تمام اینها خب یک زمان خیلی مشکلی بود، و به خصوص که بعد از عمل جراحی اعلیحضرت در نیویورک و بعد رفتن به پاناما، و خب خودش اون داستان طولانی داره با اتفاقاتی که افتاد و داستان گروگان ها و معاملاتی که بین رژیم در ایران میشد با آمریکا برای گروگان ها، تا آخر به قاهره آمدیم که واقعا تنها موقعی بود در این تبعید که یک مقدار حس آرامش کردیم، برای که خودمونو حس کردیم میان دوستان و برادرانمون. و واقعا در اینجا همیشه من تشکر میکنم از پرزیدنت سادات و خانوادهش و ملت مصر، برای که یادم میاد که در اون موقع بعدها فهمیدم که آقای کارتر مایل نبودن که اعلیحضرت به قاهره برن، و سادات به ایشون گفته بود پای تلفن: جیمی، من شاه رو اینجا میخوام و زنده. و موقعی که ما اونجا رفتیم خبرنگاران خارجی زیادی آمدن به امید این که یک عکس عملهای منفی از طرف مردم مصر ببینن، ولی مردم مصر گفتن که شاه خوش آمده با خانوادهش. ما یادمون نمیره که شاه در موقع گرفتاری های مصر به مصر کمک کرد، و بنابراین روزنامه نویسا دست از پا دراستر قاهره رو ترک کردن. و بعد البته روزهای خیلی سختی بود، افرادی از هموطنان می آمدن به دیدن ما ولی تعدادشون زیاد نبود، همه می ترسیدن یا یه عده امکانات سفر نداشتن. و بعد روزهای آخر اعلیحضرت که خیلی بیمار بودن و بچه ها که دوباره به ما پیوستن. و واقعا چیزی که می خوام بگم اینه که اعلیحضرت در تمام این مدت با تمام این سختی ها هیچ وقت زبون به شکایت نگشودن و همیشه تا آخرین نفس به یاد ایران و ایرانی بودن. طبیعتاً از دست دادن ایشان برای من و فرزندانم غم وحشتناکی بود. و بعد گرفتاری های دیگه و فوت مادرم و عصم بزرگتر، از دست دادن لیلا، و متاسفانه برای همه ما، فکر میکنم برای تمام ایرانیان، هنوز دردناک زندگی همونهایی که در خارج هستن و به خصوص به فکر مملکتمون که مردممون چه میکشن از این سیستم و چه به روز ایران آمده. و به هر صورت میدونم که زندگی در همه سطوح برای همه یک مبارزه است و مشکلات زیاد هست. مهم اینه که آدم تلخی به دلش وارد نیاره و امیدش رو برای آینده بهتری نگه داره. فرمودید راجع به شاه فقید
مریضی اعلیحضرت برای همه ما مردم یک معماست. کی متوجه شدید که اعلیحضرت و واقعا با این کلانه میدونیم تقریبا، من میخوام از زبان شما بشنویم، ناراحتیشون چی بود؟ از کی فهمیدن؟ و بعد آیا این شایعاتی بود که در اثر معالجاتشون تا حتی نمیدونستن به کجا باید برن، قابل اطمینان هست یا نیست، اینا صحت داره؟ اولین موقعی که علازت متوجه شدن که یک بیماری دارن که یک سرطان سیستم لنفاوی بود در سال 1974، ولی اینو من خبر نداشتم و دفعه اول که خبردار شدم در سال 1977 بود که در پاریس بودم و پزشکان اعلیحضرت که پیگیرانی بود و چند نفر فرانسوی خواستن منو ببینن و در اونجا به من گفتن در وهله اول که ایشون گرفتار یک بیماری خونی هستند، ولی طوری به من گفتن که قابل معالجه هست. البته برای من شوک وحشتناکی بود، ولی همیشه امید داشتیم که قابل معالجه هست و خب تحت معالجه هم بودن تمام این مدت ها. بعد که از ایران بیرون آمدیم طبیعتاً خب این فکر میکنم به دلیل سختی ها و گرفتاری ها این مرض بیشتر شد و دیگه موقعی که در مکزیک بودیم که ناراحتی ایشون بیشتر شد، که بعد اگه بخوام تعریف کنم خیلی طولانیه، که بعد رفتیم برای عمل جراحی که فکر میکردیم در اون موقع آمریکا بهترین جاه و اون هم داستانهای خودش داشت دیگه. بعد عمل جراحی صورت گرفت و البته در اون موقع فقط عمل جراحی برای کیسه صفرا بود، برای اینکه ایشون درد داشتن، در صورتی که بعضی از دکترها فکر میکردن که همون موقع میبایستی تحالو در آورد، ولی بعد دکترها گفتن که ما فکر کردیم دو تا عمل رو با هم نمیشه کرد، یا اینکه اونجوری جراحی کردیم که امکان نداشت که هر دو رو با هم بکنیم، برای اینکه اون برشی که داده بودیم به اندازه کافی قوی نبود. بعد در نیویورک به ما گفتند که دیگه در بیمارستان نمیتونن ایشون زیاد بمونن به دلیل اینی که تختای بیمارستان رو احتیاج دارن، و در اونجا ما فکر میکردیم برمیگردیم به مکزیک، و بعد خبردار شدیم آخرین دقیقه که به مکزیک نمیتونیم بریم چون مکزیک ما رو نمیپذیره. بعد فهمیدیم که دلیلش این بوده که در شورای امنیت سازمان ملل مکزیک میخواست رأی بیاره و آقای کاسترو به مکزیک گفته بود که اگه شما شاه رو ندین من به شما رأی میدم. این دلیل این بود و بس بنابراین ما نمیدونستیم کجا بریم، که بعد آمریکایی‌ها گفتن از نیویورک رفتیم به تکساس سنت آنتونیو، در صورتی که علازت حالشون خوب نبود و احتیاج به این عمل جراحی بود. بعد از اونجا تنها جایی که پیدا شد پاناما بود که در جزیره کونتادورا رفتیم، که روز به روز حال بر علازت بدتر میشد. دیگه وارد خیلی جزئیات نمیشم چون خیلی طولانی میشه، که بعد میبایستی در پاناما ایشون عمل جراحی میشدن و اول دکترای پانامایی قبول کرده بودن که دکترای آمریکایی ان عمل جراحی رو انجام بدن. بعد روزی که ما رفتیم و آمادگی در پاناما سیتی برای عمل جراحی، آخرین دقیقه گفتن نه، دکترای آمریکایی حق ندارن عمل کنن و ما باید عمل کنیم. براستش ما هیچ اطمینانی نداشتیم که چه اتفاقی میفته، و دکترای آمریکایی و یک دکتر فرانسوی که اینجا بود گفتن در این شرایط اصلا ما نمیتونیم عمل بکنیم و بهتره که به عقب بیفته. و در ضمن صحبت‌های استرداد علازت بود در برابر گروگان‌ها. زود میگذرم از این مطالب، ولی خب خیلی روزهای وحشتناکی بود، تا اینی که موقعی که پرزیدنت سادات این رو شنید خبر داد که میتونید بیایید به قاهره،
که بلافاصله پرزیدنت کارتر دو نفر رو فرستاد که اعلیحضرت رو قانع کنن که بمونن در پاناما، برای اینکه میخواستن معامله بکنن هنوز با جمهوری اسلامی برای روی گروگان ها، که واقعا اون موقع محیط کنتادورا طوری شده بود که اصلا هیچ امنیتی برای حال ایشون و موقعیت ما نبود. و من یادم در اون جلسه حاضر شدم موقع که علازت این دو نفر رو دیدن و اونها شروع کردن بگن شما میتونید به آمریکا برگردید برای عمل جراحی، ولی باید استعفا بدید چون که برای خانواده گروگان ها ناراحت میشند و اینجور چیزها. که من در اونجا گفتم که ببینید این فرقی نمیکنه اگر ایشون استعفا بدن، پسرش بزرگشون هست، و اگه پسر بزرگشون نباشه پسر کوچکترشون هست، و اگه پسر کوچکترشون هم نباشه به هر صورت یک کسی از خانواده هست. و تمام سعیای میکردن که بمونن علازت در پانام. به هر صورت تصمیم گرفته شد که بریم به قاهره و قرار بود که تیاره مصری بیاد، که آخرین دقیقه آمریکایی‌ها گفتن نه ما خودمون یه تیاره در اختیار شما میذاریم. که به هر صورت رفتیم و به طرف مصر و وسط را در جزیره آسور فرود آمد هواپیما، که ما پرسیدیم برای چی، گفتن برای سوختگیری. و بعد گفتن برای اجازه پرواز، که برای ما خیلی تعجب آور بود که یک تیاره‌ای که دولت آمریکا در اختیار گذاشته، البته در اختیارم نذاشت برای که پول هنکفتی برای اون تیاره ما دادیم، چطور ممکنه که قبلا اجازه پرواز روی ممالک نگرفته. و این بودن در آسور نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت طول کشید، تیاره سرد میشد، در ازت تب زیادی داشتن و خیلی ناجور بود. ولی درست نمیفهمیدیم که بعد که پرواز کردیم فهمیدیم که اون موقع که ما در اونجا بودیم آقای قطبزاده در تماس بودن با دولت آمریکا که اگر شاه برگرده به پاناما ما گروگان ها رو از دست دانشجویان میدیم در دست دولت یا همچی چیزایی. و برای این اونجا منتظر شده بودیم، که بعدها من فهمیدم که حتی وزیر خارجه پرتغال که از آمریکایی‌ها پرسیده بود که آخه آمدین رو خاک من موندین برای چی موندین، سفیرشون گفته بود که من نمیتونم به شما بگم این مسائلی که به ما مربوطه. اینو البته من مثلا 4 سال پیش موقعی که وزیر خارجه پرتغال رو دیدم شنیدم. به هر صورت چون نتونستن به نتیجه برسن، چون فروردین بود در تعطیلات نوروز در ایران و اون موقع فکر میکنم آقای قطبزاده نتونسته بود که کمیته انقلابی رو جمع بکنه، که دیگه اینجوری شد که ما رفتیم به قاهره. در این مدت، در این حوادث که شما فرمودید، آمریکاییایی که بدون اغراق بزرگترین چوبی که علازت خورد به خاطر آمریکایی، یعنی آمریکایی‌ها همیشه این بود که شما هر چه آمریکایی‌ها میگید بکنید. و آقای خمینی و این رژیم همیشه در سخنرانی‌هاش، در هر چیزی، در اون اول انقلاب هم میگفت که ببخشید نوکر آمریکا هستید فلان. آمریکایی‌ها در این مدت هیچ کدوم از اونها که اون همه ادعای دوستی، اون همه سخنرانی‌هایی که خود آقای کارتر در اون زمان‌ها میکرد، هیچ کدوم هیچ کمکی نکرد. بودن افرادی که کمک میکردن، یک آقایی بود که برای ما در اون مدت کار میکرد برای ترتیب دادن این مسافرت ها، آقای کیسینجر بودن، آقای دیوید راکفلر بودن، که خیلی سعی میکردن بین ستیت دیپارتمنت و کاخ سفید سعی کنن یه راه هایی پیدا بکنن برای آمدن به اونجا یا عمل جراحی. البته چند تا تک و توکی دوست داشتیم در آمریکا، ولی نه در سطوح سیاسی که بتونن کاری انجام بدن. نه، برعکس، برای که همش فکر چیزهای دیگه بود. و خب اون مطلبی که گفتین امروز فکر میکنم برای تمام هموطنانم، بیشتر هموطنانم روشن شده که واقعا اون تهمتی که به ایشون میزدن درست برعکسشه. حتی اونهایی که دشمنی با ایشون داشتن امروز میان
و از مدارکی دیدن، از اتفاقاتی که افتاده دیدن که درست این برعکس بوده و اون چیزی که بود، اون روابطی که ایران با آمریکا داشت که طبیعتاً ما در جبهه غرب بودیم و نه در جبهه کمونیست و به نفع ایران بود که همکاری با غرب و با آمریکا داشته باشیم، به نفع ایران بود. و اون روزی که شاه در ایران بود، نه کسی جرأت داشت حمله بکنه به ایران، نه هواپیما بر خارجی در خلیج فارس بود، در صورتی که امروز با چیزهایی که در اون منطقه گذشته، به دعوت افکار همین نوع آقایون دعوت کردند که تمام قوای غرب نه تنها در اون منطقه و بلکه در خلیج فارس است. اولی حضرت، دو نفر رو ما ببینیم که من راجع به ایران صحبت میکنم، راجع به خمینی صحبت میکنم، دو نفر رو میبینیم از در آمریکا که با شاه فقید کینه میورزیدند. یکی برادر پرزیدنت کندی بود، باب کندی، و یک نفر دیگه کارتر. آیا دلیل خاصی برای این مسئله بود؟ آیا شما چیزی بود که تنها این دو نفر نبودن، واقعا وارد سیاست های که چی پشت سر ممالک پرقدرت هست، یک مقداریش برای آدم روشن میشه، یک مقداریش هیچ وقت روشن نمیشه. کسای دیگه هم بودن که یه خصومت شخصی داشتن با شخص علازد در وزارت خارجه آمریکا، حالا خدا میدونه چرا. بعد آیا برای منافعشون بود در اون منطقه، یا اینی که تحت تاثیر عواملی که مخالف سلطنت بودن با اینا صحبت میکردند و گفتگو میکردند و از ایراداتی از ایران میگرفتند. به هر صورت با وجود اشکالاتی که ما در ایران داشتیم، به هر صورت کدوم مملکتی است که نداره، مملکتی که به خصوص در راه پیشرفت هست. ولی امروز فکر میکنم که ایران زیادی داشت قوی میشد، ایران زیادی بلند صحبت میکرد. ایران موقعی که علازت میگفتن که نفت یک ماده پرارزشیه و ما مجانی نمیتونیم بدیم، آقای وزیر اقتصاد یا انرژی آمریکا اون روز گفته بود که شاه دیوانه است، هیز نات، در صورتی که امروز دارن حرف از صرفه جویی در انرژی و این چیزها میکنند. ایران زیادی قوی شده بود و به هر صورت یادمون نره که در زمان جنگ سرد بود، شوروی اونجا بود، همه منافع خودشونو داشتن و خب گروه های مخالفی هم که به دلایلی مخالفت میکردن با سیستم، همه اینا دست به دست هم داد که امروز به اینجا رسیدیم. و همطوری که میگم، اگر واقعا آقای کارتر به دنبال حقوق بشر بود، حقوق بشر در ایران چطور شد موقعی شاه از ایران رفت دیگه مثل که ایرانی هیچ حقوق بشری نداشت؟ یک دفعه ما نشنیدیم ایشون از حقوق بشر ایرانیان در ایران صحبت بکنه. و تمام این خارجیانی که بعضی از روزنامه ها که مقالات آنچنانی می نوشتن راجب حقوق زن، راجب حقوق سیاسی ایرانیان و استادان دانشگاه و هنرپیشگان و غیره و غیره، کجا هستن امروز بعد از اون که این همه فجایع به سر ملت ایران آمده؟ می دونید همه اینا یک علامت سوال بزرگه، که البته اینقدر علامت سوال نیست، برای اینکه آدم فکر میکنه که شاید تمام این چیزا به هر صورت به نفع بعضی از منافع خارجی بوده، که به نفع ایران. اگر ایران بود، نه شوروی جرأت میکرد به افغانستان حمله کنه، نه جنگ ایران و عراق میشد، نه میتونست جنگ به قول اینا خلیج فارس بشه، عراق و کویت. و از این جنگ ها کی استفاده میکنه؟ نه عراق استفاده کرد، نه کویت، نه ایران، نه افغانستان. در اینجا یاد جنگ عراق میفتم که واقعا اگر
در سالهای اوایل سال 70 پیش از قرارداد 75 الجزیره راجب اروند رود بین عراق و ایران، عراقی ها گفته بودند که اگر یک کشتی ایرانی روی اروند رود بره با پرچم ایران ما خواهیم زد. پرچم ایران برافراشته بود، کشتی ایرانی روی اروند رود رفت و عراقی ها جرأت نکردن یک کلمه بگن. و این واقعا جنگ ایران و عراق یکی از بزرگترین بدبختی هایی بود که به سر ایران آمد، که اگر واقعا دخالت رژیم اسلامی در کارهای عراقی ها نبود و از بین بردن این همه افسر و خلبان و درجه یک و فوق‌العاده که بعضی هم مجبور کردن که به ترک وطن دست بزنن، هیچ وقت عراق جرأت نمی کرد به ایران حمله کنه. میخوام از این حالت بیام بیرون. راجبه من یادم میاد که شما همیشه در اون زمان که در ایران بودیم همه خیلی توجه خاص به زنها داشتید، به زنان ایرانی. راجب زنان ایرانی در این وضع که فاجعه است، یعنی واقعا من فکر میکنم یکی از قشرهای مردم که بیشتر از حد بهشون ظلم شده زنان هستن. راجب زنان چی میتونید بگید؟ شما احساستون چیه راجب این فجایع؟ میدونید واقعا این فجایعی که اتفاق افتاده دردناکه، برای اینکه واقعا زنان ایران گروهی هستن که بیشتر از همه بهشون لطمه وارد شده، بیشتر از همه بهشون احجاب شده، بیشتر از همه بهشون توهین شده. زن ایرانی رو امروز نصف مرد حساب میکنن. زن ایرانی حق نداره که توی اتوبوس باید پشت مردا بشینه، توی بعضی ادارات باید از در دیگه بره، حقوقش رو گرفتن، به تمام تحصیلات و مقام ها نمیتونه برسه، شوهرش میتونه چندین زن روش بگیره، نه تنها اون بلکه صیغه رو رسمی کردن و بچه های کوچک 9 ساله رو به عقد و ازدواج همسن پدر یا پدر بزرگشون میدن. اینا رو به محصی که صحبت میکنن یا تو خیابون آزادانه راه برن، هر کسی بهشون توهین میکنه، شلاق میزنن بهشون یا شکنجهشون میدن، یا چقدر اعدام کردن موقعی که آدم سنگسار کردن. که اصلا من موقعی که فیلم سنگسار رو دیدم که خیلی برام مشکل بود، برای که 3 ماه بود این فیلمو داشتم ولی دل نگاه کردنشو نداشتم، ولی آخر یه روزی نگاه کردم که وحشتناک بود و تعجب میکردم که اون هموطنی که من شناختم در عرض تمام اون سالا چطور ممکنه که اینقدر عوضش کردن که اون دور جمع بشه و سنگ بزنه به سر هموطنش. و موقعی که میشنیدیم در زندانها تجاوز میکردن به دخترها، به دلیلی که اینها باکره هستند و نبایدی باکره رو اعدام کرد، یعنی یه چیزایی که غیر قابل تصوره. ولی خب زن ایرانی واقعا شجاعت و استقامت و قدرت فوق‌العاده‌ای از خودش تمام این سالا با تمام این مشکلات نشون داده و در حال مبارزه هست برای گرفتن حقوق خودش. در شرایط مشکل امروزی به زندان افتاده، شکنجه شده، به تبعید آمده یا حتی اعدام شده، ولی حرف خودش رو میزنه. و الان همینطور که میدونید اکثریت دانشجویان را دختران تشکیل میدن و اینو میدونن که باید آموزش ببینن و واقعا جرأت زیادی دارن و باید اینجا بگم که بیشتر از مردها. و حتی زنان ایران در تبعید چقدر زحمت کشیدن و به چه کارهای دست زدن که خانواده را نگه دارن. و برگردیم باز به ایران، دخترهای جوان ایرانی که مجبور شدن از بدبختی و بیچارگی خودفروشی کنن یا از بدبختی و ناراحتی معتاد بشن. و تمام زنان تمام طبقات در روستاها، خانومهای خانه‌دار، مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادن، مادرانی که مجبور شدن قیمت خون گلوله‌ای که فرزندانشون رو اعدام کردن بدن، مادرانی که نمیدونن قبر بچه‌هاشون کجاست،
مادرها این که میبینن بچه هاشون نمیتونن سیر بکنن و اینا گشنه سر به بالین میذارن و در تمام سطوح زنان ما زجر میکشن، ولی من مطمئنم که روزگار این شکل نخواهد بود و همین به همت همین زنان روزگار بهتری برای ایران خواهد شد. در چند ماه گذشته محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی در ایران بسیار زیاد شده، مخصوصا جوانان. اولا بسیار جالبه که خیلی از این جوانان هستن با هم تماسی نداشتن با ایشون و متاسفانه تا کنون به اون صورت تماسی بین ملت ما و تا حتی ما در بیرون نبوده و خیلی چیزها رو با یک تبلیغاتی بچه‌ای که بعد از انقلاب بزرگ شده یا 3 ساله بوده، برای من شخصا خیلی جالبه که الانه اولا از لحاظ فکری و سیاسی مقایسه من با خودم میکنم زمان جوانیم تو ایران اصلا قابل قیاس نیست، فهم سیاسی جوانو و روشن بودن همه اتفاقاتی که افتاده براشون و علاقه شدیدی پیدا کردن به ایشون. شما این رو اولا به عنوان مادر چه احساسی به شما دست میده و بعد چی میبینید، دلیلش رو چی میبینید؟ خب همینطوری که میگید، متاسفانه به دلایل سیستمی که در ایران هست هیچ وقت صدای بیرون به داخل نمیرسید و از داخل هم میرسید ولی کمتر. الان به دلیل امکانات تکنیکی که وجود آمده با رادیو با تلویزیون ها و ساتلیت ها بیشتر جوان ها در ایران میبینن چی میگذره. البته وضع جوان ها واقعا وحشتناکه به دلیلی که اکثریت مردم مملکت ما جوان هستن و بیش از نصف جمعیت زیر 30 سال هستن، حتی زیر 25 سال، و اینها برای خودشون آینده روشن نمیبینن، نه تحصیلات درست میتونن بکنن، اگرم تحصیل بکنن و فارغ التحصیل بشن کار پیدا نمیکنن و نمیتونن، امکانات اینه ندارن که بتونن ازدواج کنن یا خونه داشته باشن و به هر صورت اونها هیچ آزادی رفتن به کوچه به تفریح با کسی راه رفتن که شلاق بخورن، توهین بهشون بشه و واقعا گروهی هستن که خیلی بهشون لطمه وارد آمده. از طرفی خب لابد بعضی ها هم میشنون در بیرون چه میگذره برای جوانای همسن سال خودشون، از یک طرفی پدران و مادرانشون بهشون میگن که اونها زندگی جوانیشون چی بوده در زمان پیش از این انقلاب، و از اینی که امروز صدای رضاشاه دوم به اینها میرسه و فکر میکنم که یه حس همدردی و همدلی، اول میبینن که ایشون صحبتهایی که میکنه که حرف دل همین جوان هاست، بعد یک حس نزدیکی به دلیلی که اون هم یک جوانیه که در به وجود آوردن این انقلاب واپسگرا و خانمانسوز هیچ شرکتی نداشته. این یک آینده‌ایه که برای اینا یک زندگی درست شده که به دست خودشون نبوده، به انتخاب خودشون نبوده، و فکر میکنم این حس نزدیکی هست و واقعا همونطوری که گفتید یک انقلاب اجتماعی و یک تحول فکری فوق‌العاده‌ای بین تمام جوانان در ایران پیدا شده که و من خیلی امید دارم که انشالله به کمک همین جوانان این روزگار به این شکل نخواهد بود. اجازه بدید که برای اینکه زیاد از حد مزاحم نباشیم و اولیا حضرت رو خسته نکنیم، یک تنفسی اعلام کنیم و برگردیم و سوالات دیگر رو ادامه بدیم.
بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران، برمیگردیم با مصاحبه با اولیا حضرت شهبانوی ایران. اولیا حضرت، برگردیم حالا به خاطرات خوش. شما خاطرات خوش گذشته برای ما صحبت کنید. خاطرات واقعا ناراحت کننده رو شنیدیم. خب خاطرات خوش هم خوشبختانه زیاد در زندگیم هست و هر وقت که فکر به ایران میکنم سعی میکنم که یک صورتها و یک حالتها و یک صحنه‌ها رو اصلا محو کنم از مغزم و یاد اون مملکت قشنگ و زیبا و اون مردم و اون دشت‌ها و اون رودخونه‌ها و اون کوه‌ها بیفتم. و میخواستم اینجا بگم واقعا خوشبختم که این فرصت پیش آمده که با صحبت کردن امروزم حس میکنم که با هموطنانم در داخل مملکت دارم صحبت میکنم. منی که فرصت این رو پیدا نکردم که سالها غیر از یه عده‌ای که در خارج میبینم با اونها صحبت بکنم. پیش از اینکه از خاطرات خوش بگم، میخواستم بگم که از مسائل که صحبت کردیم، از مسائل زنها بود، از مسائل جوانان بود، ولی هیچ وقت فراموش نکنیم که مردان ما هم چقدر زجر میکشن، پدران ما چقدر زجر میکشن، تمام روستاها چقدر زجر میکشن، عشایر ما زجر میکشن و کارمندان دولت و همه در همه سطوح و همه طبقات، هنرمندان ما، روزنامه نویسان ما، روشنفکران ما، به هر صورت تمام جامعه ایرانی است که واقعا زجر میکشه امروز. خاطره های خوش اگر برگردیم، خب همیشه آدم سعی میکنه به خصوص الان که در تبعید هستیم که فکر وطن میکنیم، خاطره بچگی هامون، محیطی که در ایران بود، با وجودی که امکاناتمون خیلی کم بود ولی خوشحال بودیم، در خانواده زندگی میکردیم، تو کوچه و بازار کسی اذیتمون نمیکرد، دوستامون از همه مذاهب بودن، برامون فرق نمیکرد، اصلا سوال نمیکردیم که کسی یهودیه یا عیسویه یا بهائیه یا زرتشتیه یا سنیه یا شیعه است، اصلا مطرح نبود اون موقع برای ما. و بر صورت اینجوری که میگم بچگی، برمیگردم به خیابونی که اسمش خیابون سزاوار بود، پایین خیابون شاهرضا، اون موقعی که شاید شما هم یادتون باشه سینما دیانا تو خیابون بود و بعد یه پمپ بنزین دیگه، تو کوچه و دست فروش ها و بهار نم چغال بادوم و گوجه و تابستونش سر پل تجریش و بلال خوردن و بستنی خوردن و دیگه همه یک حالت شاد و راحت. و سفرهایی که در بچگی کردم در نقاط مختلف مملکت که خانواده پدریم از آذربایجان بودن و به تبریز و باغات اونجا، باغهای میوه و برخورد با روستاییان در اون زمان، و بعد در شمال ایران در گیلان، در لاهیجان، در باغهای چایی و محیط مدرسه که چقدر محیط خوب و شادی بود و روابطی که بین معلم و بچه ها بود و امکاناتی که داشتیم در شرایط، دارم از 50 سال پیش، 45 سال پیش صحبت میکنم، ورزش میکردیم، استادیوم میرفتیم، فوتبال تماشا میکردیم، خودمون میرفتیم. من در اینجا میخوام واقعا یاد خاطره مادرم باشم و تشکر کنم در اون محیط خانوادگی و اجتماعی که در ایران بود، با دیدی که داشت به من اجازه داد که در گروه های جوانان شرکت کنم، مثل پیشاهنگی، مثل تیم های ورزشی، مثل اینی که اجازه بده که من برم شنو یاد بگیرم که خیلی دلم میخواست، که اگه یادتون باشه اون استخر بوستان بود، اون ور امجدیه که استخرش پره اصلا خاکی بود، آب گلالود از جوب میامد، ولی برای ما مهم نبود، در همون شنو میکردیم. و سفرهایی که با مدرسه می رفتیم به اصفهان، البته در اون بچگی سفرهای زیادی نکردیم، و تمام اینها روابطی که بین مردم بود، اصلا یه انسانیتی همه جا آدم می دید، و اینها همه خاطره های خوشه و دلمون خوش بود که
مثلا اون موقع آهنگایی که داشتیم و شاد بود، آقای جمشید شیبانی بودن، آقای حمید قنبری بود و یه بوت کلاب بود و بعدها و بعد مثلا اسکیتینگ رینگ و فقط سینما بود که بعضی وقتا میتونستیم بریم و چهارشنبه سوری ها و نوروز ها و دید و بازدید ها، همه اینا یک خاطرات واقعا خیلی خوشی برای من هست. باغات شمرون، الاغ سواری ها، بوی قشنگ پیچ امین دوله تابستون تو کوچه های تهران، گل های عقاقی ها و پاییز تهران که من خیلی دوست داشتم، تمام چنار هایی که برگاش زرد می شد، برسه تمام این خاطرات آدم برای خودش نگه می داره. و بعد می رسه به زمان دانشجویی که اون موقع سالهای آخر مدرسه رو من در مدرسه رازی بودم که مدرسه مختلط بود و واقعا روابط خیلی دوستانه بین پسر و دختر و هیچ مسئله‌ای واقعا پیش نمی آمد، خیلی دوستی نزدیک بود. و اونجا رو الان اینو باید بگم که یادم میاد اون آقایی که به ما قرآن و شرعیات یاد میداد، موقعی که می آمد، البته در اون کلاس ما دخترها یه ور می نشستن، پسرها یه ور، و آقایی که این درس رو می داد دستش رو اینجا می ذاشت ماه رمضان که مثلا دخترها رو نبینه، که خب همه ما از اون کارهای دیگه دروحی های عجیب غریبی که الان به هر وضعش آدم امروز می بینه. بعد زمان دانشجویی در پاریس که خب برای من خیلی جالب بود که این امکان داشته باشم که به عنوان یه دختری در اون زمان بیام و رشته معماری درس بخونم و برسد رو پای خودم بیستم در جامعه، و اونم برای من یه تجربه خوبی بود در زندگی، با وجودی که سالهای اول سخت گذشت برای که دوری از وطن و دوستان و بر صورت طرز فکر افرادی که خب فرق داشت با اونجوری که ما با دوستانمون بودیم، تا اینکه ملاقات با علازت و ازدواج با علازت که یکی از خوشترین روزهای زندگیم بود، تولد ولیعت که یادم چه کار کردن مردم در کوچه ها و چقدر در انتظار اون روز بودن و که علازت اصلا نتونستن از بیمارستان بعد از تولد بچه برن به آرامگاه رضا شاه و میخواستن برن شاه عبدالعظیم که انقدر جمعیت بود که اصلا ماشینشون نتونه حرکت بکنه، و خود من که برمیگشتم به کاخ چقدر تمام مردم تو کوچه و چقدر همه به هم تبریک میگفتن، نقل و نبات پخش میکردن، مجانی میوه میدادن، و بعد دونه دونه تولد فرزندام که خیلی خوشحال بودم چون همیشه دلم میخواست 4 تا بچه داشته باشم، 2 تا دختر 2 تا پسر، که بعد تولد فرحناز، بعد علی رضا، بعد لیلا. بعد به هر صورت آشنا شدن با مسائل ایران و واقعا به کمک خیلی از هموطنانم، چه مرد و چه زن، که واقعا وارد بودن به مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، تمام مسائل آموزشی که برای من مهم بود و میتونستم در اونجا کمک کنم، که راهنمایی کردن تا اینی که تونستم یک کارهایی انجام بدم. و در اینجا واقعا تشکر میکنم همیشه از اعلیحضرت فقیه که به من که زن ایشون بودم و یک زن بودم این امکان رو دادن و این پشتیبانی رو کردن که بتونم واقعا در رشته های مختلف مثمر ثمر واقع بشم. و واقعا فکر میکنم در یه موقعی من در ایران در اون موقعیت بودم که بهترین موقعیت برای ایران بود، مملکت به سوی پیشرفت میرفت و ثروت ملی داشتیم، ثروت انسانی داشتیم، امنیت داشتیم و خواست پیشرفت، و خب اون چیزایی که ما آرزو داشتیم و در خواب و خیالمون بود تونستیم در زندگی خودمون ببینیم که به وجود آمد. و مسائل سیاسی اون زمان، مثلا انقلاب سفید که خب در اون روز واقعا
برای من یک خوشبختی بزرگ بود، برای که حس میکردم که مملکت داره در یک راه عدالت اجتماعی میره، با اصلاحات ارضی، با آزادی زنان، با سپاهیان بهداشت و ترویج آبادانی و سپاه دانش که کمک میکردن به روستاها. و بعد هر آموزشگاهی که افتتاح میشد، هر خانه کودکی که افتتاح میشد، هر کتابخونه‌ای که افتتاح میشد، هر کارخونه‌ای که بازدید میکردیم افتتاح میشد، هر پارکی که افتتاح میشد و در کانون پرورش فکری فیلم‌های ایرانی که جایزه‌های بین‌المللی می‌گرفتن، کتاب‌های فوق‌العاده‌ای که چاپ می‌شد و موفقیت‌های هنرمندانمون یا گروه‌های رقص‌های محلیمون که در خارج از ایران و در ایران، و برصد تمام اونها باعث خوشحالی در یادم میاد سال 73 که واقعاً اون موقع ملی شدن صنعت نفت به کمال رسیده بود که دیگه اون موقع ما هم صاحب نفتمون بودیم، هم صاحب استخراجش، هم واقعا همه چی در دست ایران بود. و بعد قرارداد الجزیره 75 راجع به اروند رود، و خب خیلی خیلی تمام این فعالیت هایی که در مملکت می شد. و یکی از بهترین خاطراتم سفرهایی بود که در اطراف ایران کردم، و این یکی از خوشبختی هام هست که همیشه بچه ها میگن خوش به حالت مامان که تونستی این سفرها رو بکنی، و واقعا دلشون تنگ میشه. در تمام نقاط ایران سفر کردم، نزدیک با دیدن آثار باستانی و واقعا مناظر زیبا و برخورد با مردم از روستاییان، از عشایر، از گروه های مختلف، اینها واقعا همه یادگاری فوق‌العاده است برای من. و محبتی که در اون روزها مردم نشون میدادن، چه زن، چه مرد، چه بچه، چه بزرگ، و این رو من هیچ وقت فراموش نمی کنم و هر وقت یاد اون روزها رو می کنم و یاد مملکتم می کنم، تمام این سختی ها و گرفتاری ها فراموش میشه و اونو می خوام فقط در دلم بمونه. اولی حضرت، راجع به خاطرات خوشتون، برای ما جالب است، مثل که شما محصل بودید که علازت اومدن از شما، شما رو دیدن، ممکنه برای ما بگید چطور بود، شما رو کجا دیدن؟ البته من علازت چندین بار از دور در ایران دیده بودم، و یادم میاد اولین دفعه در موقعی بود که ایشون از آذربایجان برمیگشتن و از همون خیابون شاهرضا رد می شدن که ما آمده بودیم سر کوچمون روی یک پشتبان یک گاراژی، من 7-8 سالم بود فکر می کنم، و ایشون رو می دیدیم که خب یه خوشبختی بزرگی بود، به خصوص برای خانواده من که از آذربایجان بودیم و بعد از آزادی آذربایجان. و خب فرصت های دیگه هم شده بود که اتفاقا ایشون رو در خیابون دیده بودم. ولی موقعی که در پاریس بودم و علازت موقعی که به خارج می آمدن و دانشجویان رو می دیدن، از سفارت به من یک نامه آمد که می تونم بیام برای ملاقات با اعلی حضرت، و من خیلی خوشحال شده بودم و یادم به مادرم نوشته بودم که خیلی خوشحالم و افتخار می کنم که شاه رو از نزدیک خواهم دید، و بعد بهش می نوشتم که فلان لباس خواهم پوشید و اینجوری خودمون رو ترتمیز کرده بودیم. و بعد به سفارت که آمدیم، من عزت یادم همه دانشجو فشار آوردن روی عزت، و من همیشه از این کار بدم می اومد که فکر میکردم بی احترامی که آدم چرا انقدر حمله میکنه، که اون آقای تفضلی که سرپرست دانشجویان بود میگفتش که من مجبور شدم مثل آژان پاقاپخ مردم رو پس و پیش کنم. من عقب وایساده بودم. بعد که معرفی شدم، حضرت از من پرسیدن که چی تحصیل میکنی، اینو گفتم معماری، کمی تعجب کردن چون در اون روزها دخترها در معماری کم بودن، حتی در فرانسه هم شاگردان ما رو مسخره میکردن، پسرها میگفتن شما آمدین اینجا که شوهر پیدا کنید، نمیتونید که معمار بشید. بعد
یادمه که آقای تفضلی تعریف کردن از من که دانشجوی خوبی فرانسه خوب صحبت میکنه. البته اینا رو همه رو یادمه چون خوشبختانه این نامه های من و مادرم نگه داشته بود و دوباره برگشتم و بعد نوشته بودم به مادرم که چقدر خوشحالم که ایشون رو دیدم از نزدیک و چقدر خنده زیبایی داشتن ولی چقدر چشمان محزون. بعد این گذشت و در مدرسه معماری که بودم هم کلاسیام شوخی میکردن با من. زمانی بود که علازت دیگه جدا شده بودن از والا حضرت ثریا که در اینجا میخواستم بگم که چقدر متاسف شدم از فوت ایشون. واقعا تمام بچه های من هم همینطور. و فرصت شده بود که هم فرناز هم علیرضا یک بار ایشون رو از نزدیک دیدن و ایشون چقدر با مهربونی با این بچه ها رفتار کردن. من متاسفانه هیچ وقت این فرصت پیش نیامد که ایشون رو ببینم و در اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم که به تمام خانواده ایشون تسلیت بگم. بعد این بچه هم و در روزنامه ها می نوشتن که علازت به دنبال دختری است که باش ازدواج کنه. عکسای مختلف تو روزنامه ها بود و اینا با من شوخی می کردن، می گفتن که خب تو بد نیستی و قیافت بد نیست و شکلت خوبه، چرا شاه تو رو نمی گیره. منم به شوخی بهشون می گفتم خب یه نامه بنویسین به شاه بگین که یه همچی کسی اینجاست. به سر این همجور شوخی می کردیم و می گفتن خب اگه تو رفتی ملکه ایران شدی چی کار خواهی کرد. گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران رو ببینید که کردم. بعد به هر صورت اینجوری گذشت تا بعد از 2 سال که من برگشتم به ایران برای تعطیلات تابستانی که خب خیلی خوشحال بودم بعد از 2 سال به ایران برمیگردم. عموی من آقای اسفندیار دیبا جودان کشوری علازت بودن و همیشه نوروز ها یادم سکه یک پهلوی که علازت هدیه میدادن به ایشون به من میدادن برای شانس. و ایشون منو بردن پیش آقای زاهدی که اون موقع سرپرست دانشجویان بودن در خارج که صحبت کنیم راجع به تحصیلات و وضعیت دانشجویان، که ایشون خواستن که من بیام و ملاقاتی داشته باشم با ولادت شهناز که خب البته من خیلی خوشحال بودم. دوستان مشترکی داشتیم که ایشون رو میشناختن ولی خود من هیچ وقت ندیده بودم. که روزی که پیش ولادت شهناز رفتیم بدونی که من بدونم ولادت وارد شدن که خب من خیلی همجور دلم تاپ تاپ میکرد که ایشون از نزدیک میبینم. و ایشون نشستن و خیلی راحت و منو راحت گذاشتن و خیلی آروم صحبت کردیم و من از وضع دانشجویان و چی کار میکنیم و چی کار نمیکنیم و خیلی خوشحال برگشتم منزل. و بعد این ملاقات ها خب ادامه پیدا کرد و چندین بار شد و بیشتر هم دیگر رو دیدیم تا یک روزی که دوباره برگشتم منزل ولادت شهناز دیدم همه کسایی که در اتاق بودن کم کم از اتاق رفتن بیرون و من و علازت تنها موندیم روی نیمکتی مثل این. و علازت به من گفتن که خب به دلایل مختلفی نتونسته بودن که با 2 زن قبلی زندگی کنن و پرسیدن که آیا میخواین که با من ازدواج کنین، که البته من با تمام خوشحالی گفتم بله. به همین راحتی به همین سادگی. من متاسفم که بعد از این همه صحبت‌های خوشحال کننده و خاطرات خیلی خوب ناچارم که با شما صحبت کنم راجع به شاهزاده لیلا. چطور شد؟ اصلا چرا باید جوانترین فرزند شما به این صورت پرپر بشه؟ میدونید متاسفانه تمام این اتفاقاتی که گفتم بهتون و صحبت کردم، به هر صورت لیلا یک بچه 9 ساله در اون شرایط در ایران، بعد آمدن بیرون، دوری از ماها و از یه مملکتی به یه مملکت دیگه، از یه مدرسه به یک مدرسه دیگه، از یه گروه دوستانی به یه دوستان دیگه و اون چیزایی که میدید در روزنامه ها مینویسن، در تلویزیون ها میگن، اون رفتاری که مردم میکردن، با وجودی که خب خیلی از هموطنان هم دیدن که با محبت با اینها بودن، خب اینا برای یه بچه به اون سن خیلی
مشکل بود و واقعا روحیش با وجود که دختری بود واقعا خیلی خوشقلب و خیلی هم با اراده قوی و یک شخصیت خیلی قوی داشت و همیشه سعی میکرد کمک کنه به دوستان دیگرش و همیشه میگفتش که مامان من نمیدونم چطور میتونم به همه کمک کنم ولی به خودم نمیتونم کمک کنم و همه اینا این افسردگی ها و بیماری های رو براش پیش آورد که سالهای زیادی دکترهای مختلفی رو دید ولی خب با تمام سعی که خودش میکرد و خب تمام در اونجایی که در امکانات ما بود میکردیم و دکترها متاسفانه اینجوری از بین رفت که خب این یک دردیه، یک زخمیه در دل من که پیش وقت درمان پیدا نخواهد کرد و محکومم باش زندگی کنم و به خصوص برای خواهرش، برای برادرش، برادرهاش. ولی در اینجا میخواستم واقعا از صمیم قلب تشکر کنم از همدردی و محبت تمام هموطنانم به خصوص از داخل کشور و هموطنانی که در خارج از کشور هستند که منو در اون روزها تنها نذاشتن. روزهای زندگیتون الان چطور میگذره؟ چه کار میکنید؟ خیلی از من این سوالو میکنند چی بگم؟ واقعا وقت سرخاروندن ندارم. اگه یه روز کاملم رو تعریف کنم که از خونه بیرون نیام، به هر صورت مسائلی هست که بیشترش در ارتباط با ایرانه و با ایرانی، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، و مسائلی که به هر صورت باش برخورد میکنم در ارتباط با زندگی خصوصیم، با زندگی فرزندانم، و یعنی تمام روز من مشغولم از صبح تا ساعت بعضی وقتا دوی بعد از نصف شب، از نامه هایی که باز ببینم، از تقاضاهایی که مردم دارن، انواع اقسام، از ایمیل هایی که میرسه باز جواب بدم، از روزنامه هایی که میخوام بخونم، از اخباری که باید گوش بدم، از تلویزیون هایی که نگاه کنم که در جریان باشم چی میگذره، یا افرادی رو ببینم که ببینم در ایران چی میگذره، از کارهایی که میتونم به کمک به رضا شاه دوم باشم یا فرزندانم باشم. و تمام روز واقعا اگر صبح پا میشم، ناهارم مثلا 10 دقیقه همجور ایستاده، از تو آشپزخونه، از تو یخچال یه چیزی سردی برمیارم و اونم میخوام تلف نشه در غذا خوردن، اخبار نگاه میکنم. شام هم همینطور یه موقعی میخورم که وقتم تلف نشه که اخبار رو نگاه کنم، و اغلب دو کار با هم میکنم دیگه، از یه طرف تلفن میکنم، نامه امضا میکنم. میدونی یه جوری شده که دیگه واقعا با امکاناتی که الان ندارم، افرادی که بتونم به هم کمک کنم، عقب میمونم تو کارا. ولی از یه طرف خدا رو شکر میکنم به دلیلی که انقدر مشغولم که جای فکر کردن ندارم و همینجور بر صورت کارهای خوش و ناخوش و مسائل زندگی هست باز حل کرد. گفتید ایران. من شنیدم که شما گاهی وقتا به ایران زنگ میزنید بدونی که بدونید به کجا زنگ میزنید. شده بله، برای اینکه بعضی وقتا خب میدونید برای من خیلی مشکله که تلفن بزنم به چند نفری که هنوز در ایران میشناسم، برای از ترس این که صدای من طوری است که میترسم بفهمن، بعد گرفتاری برای اونا پیدا بشه. ولی خب بعضی از هموطنان هستن که دلشون میخواد با من تماس بگیرن از طریق ایمیل یا از طریق دوستان، یه نمره دوستانی که یعنی نه اینکه دوست نزدیک باشن، کسانی که اصلا من نمیشناسم، یه نمره میذارن و بعضی وقتا از طریق ایمیل من بهشون میگم مثلا من زنگ میزنم به اسم یا اسم دیگه، اسم خودم رو نمیدم، و برای من خب خیلی دلگرم کننده است هم خارج از صحبت با یه هموطنی در مشهد یا اصفهان یا شیراز یا تهران، اینی که این یه تماسی با داخل ایران باشه. واقعا اگر برای کسایی که در تبعید نبودن نمیتونن این حس داشته باشن، موقعی که
یک میوه از ایران به دستم میرسه اصلا یه حالتی میشه مثل که مثلا جواهره، مثلا حالا یه زردالو یا انار یا خربوزه است، یا مثلا بعضیا میگن چی میخواین ازتون براتون بیاریم، من میگم مثلا گل خشک فلان جا رو بیارید. میدونید این اجازه نداشتن که در خاک و ریشه های خودم باشم خیلی درناکه. بعضی ادارات رو زنگ زدم، خیلی نه ولی خب نه به اسم خودم، مثلا میگم دانشجو هستم یا نمیدونم در فلان رشته تحصیل میکنم، فلان اطلاعات رو میخوام و برام جالبه. کدوم کشور دوست دارید بیشتر به جز ایران؟ چون ایران که همه ما عاشقش هستیم که باشیم و متاسفانه الان نمیشه، ولی به جز ایران در کدوم کشور راحت تر هستید؟ میدونی من همیشه میگم کشور من در دلم و در مغزمه. واقعا یه مقدار مسائلی که در فکرم میگذره، اگر فکرم راحت باشه و خوشحال باشم خب هر جا باشم فکر میکنم که خوب میگذره، ولی اگه ناراحت باشم هر بهشت روی زمینم برام جهنم میشه. ولی به طور کلی خب فرانسه و پاریس فرهنگشون به من نزدیکتره، شاید برای اینکه زبونشون رو خوندم و در اینجا دانشجو بودم، دوست و آشنا دارم، هم ایرانی هم فامیل هم خارجی، و اون وقت فرانسوی ها توجهشون به ایران و منطقه ما بیشتره، و چون من دانشجو بودم از اینجا رفتم و ازدواج کردم یه مقدار منو جز خودشون حس میکنم و خیلی محبت میبینم ازشون در کوچه و خیابان و از طبقات مختلف، طبیعتاً از لحاظ احساسی حس امنیت میکنم. آمریکا هم مسائل خوبیاش هم داره و به دلیل اینکه خب اونجا آدمو کمتر میشناسن، آدم راحت‌تر میتونه اینور اونور بره، بچه‌هام اجالتاً اینجوری روزگار خواسته که اونجا باشن، و بعضی وقت هم که به ممالکی مثل مصر میرم خب خیلی نزدیکتر حس میکنم، برای که نزدیکتر به مملکت ما هستن، یا بعضی وقت به مراکش رفتم یا اردن و جاهایی که شبیه مملکتمون هست، مثلا بعضی وقت به اسپانیا رفتم که همش ما به دنبال اینیم که کجا شبیه کجا ایران هست که دلمون خوش باشه. آیا فکر کردید که میدونم گفتید دست تنها هستید، کارتون زیاده، ولی بقیده من چیزهایی هستش که مردم باید بدونن و تنها شما میدونید اینا رو، مخصوصا بعد 23 سال پیش اتفاقاتی که افتاد، حالتهایی که شاه فقید داشت، اتفاقاتی که برای شما افتاد، اینها رو شما بقیده من به خاطر مردم، به خاطر آینده ایران، به خاطر نسل های آینده باید اینها رو یک نفر اینها رو بنویسه و شما باید حتما یک محبتی کنید برای این کار و اینها رو به مردم بگید، برای که ما توی فرهنگمون خیلی چیزهای خوب داریم ولی یک چیزها هم داریم به خاطر ملاحظه کاری ها که واقعیت ها رو خیلی چیزها رو ازش میگذاریم، واقعیت ها رو مردم نمیدونن، ولی شما بودید که گاهیشون بودید روزهای آخر، زمان سخت، در این حالتی که ایشون ناامید بودن، در این حالتی که پیش خودشون فکر میکردن آخه همه کار برای مملکت کردن و چرا اینطوری شده، مردمی که به قول شما وقتی که شاهزاده رضا پهلوی متولد میشه ایشون تو حتی نمیتونه ماشین تو خیابون حرکت کنه، چطور این مردم تبدیل میشن به این مردمی که وادار کنن ایشون که مملکتشو ترک کنه؟ اینا چیزایی است که همه ما میخوایم بدونیم چی فکر میکردن. من به این فکر هستم و شروع کردم، برای که سالها بود که به این فکر بودم و همه هم به من میگفتن، منتها گرفتاری های زندگی یه جوری بود که نمیشد، یا شاید اصلا یه وحشت نوشتن این زمان، ولی شروع کردم و امیدوارم که بتونم واقعا وقتم رو یه جوری تنظیم کنم که یه مقدار کارها رو بذارم کنار، و این که از همه مهمتره به دلیلی که به هر صورت جوانتر که نمیشیم و آدم حافظه‌شو از دست میده، و اونهایی هم که میتونن کمک کنن ممکنه دیگه در حیات نباشن، این کارو خواهم کرد و میگم شروع کردم و باید یه مقدار کارهای دیگر بذارم کنار، برای اینکه تمومی نداره، هر چقدر بیشتر بره بیشتر کار هست، و منم خب یه اخلاقی داشتم همیشه، حالا یا اخلاق خودم بوده یا به دلیل مسئولیتی که داشتم
اینی که هر کسی هر چی از من میخواد من باید سعی کنم انجام بدم و اگرم نخوان خودم پیشنهاد کمک میکنم و خب یه تنه امکان نداره. بس یه مقدار این چیزا رو کم کنم که انشالله اون کار اصلیه برای اینکه از همه مهمتره. خیلی مهمه. من از اینکه وقت دادید خیلی متشکرم، ولی میخوام قبل از اینکه خداحافظی کنیم از شما خواهش کنم که پیامی برای زنان ایران و جوانان ایران داشته باشید. واقعا پیام من این است که واقعا بهشون اولا بگم آفرین و صد آفرین به این شجاعت و استقامت در اون شرایط مشکل و امید رو از دست ندن و میدونم که ایرانیان زیادی هستن در خارج از کشور در تمام سطوح که واقعا به فکر ایران و ایرانی هستن و هر کدوم به نوبه خودشون سعی میکنن که صدای اونها رو به دنیا برسونن و مهم هست که خود اونها هم صدای خودشون رو به یک طریقی برسونن. و یاد گفته یک بزرگ ایتالیایی میافتم که میگفت اگر امید آدم داشته باشه اون چیزی که فکر میکنه امیدی درش نیست اتفاق خواهد افتاد. و دیگه با این میخوام تمام کنم که یکی از اشعار مولاناست که من در دفترچه یاد داشتم همیشه با من هست که زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب و پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. بدونید که همه ما به فکر شما هستیم و امیدوارم و اطمینان دارم که ایران که تمام در زمان تمام تاریخش از سختی‌های زیادی گذشته و هویت ملی خودش رو نگه داشته، این بار هم دوباره نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. علی حضرت، از اینکه وقتتون دارید به تلویزیون ملی ایران خیلی خیلی متشکرم و از شما تمنا میکنم زمانی که اومدید به نیویورک هم وقتی بدید باز با هم دیگه بنشینیم صحبت کنیم. ان شاء الله. تشکر. خداحافظ.